عبدالعلی مزاری در سال 1326 هجری شمسی در قریه نانوایی چهارکند از توابع ولایت بلخ به دنیا آمد. پدرش حاجی خداداد زراعت پیشه و مالدار بود. پدر عبدالعلی مزاری اصلا از ولسوالی ورس بامیان به شمال افغانستان مهاجرت کرده بودند. در دوران طفولیت مزاری خانواده او چون بسیاری خانواده های دیگر در زمستان به قشلاق و در تابستان به یلاق می رفتند. عبدالعلی نیز چون دیگر اطفال در مالداری و زراعت به خانواده کمک می کرد. مزاری در 20 سالگی با برخی چهره های مبارز زمانش آشنا شد. در همین سنین با شهید سید اسماعیل بلخی از نزدیک معرفی گردید. و بلخی عبدالعلی جوان را تشویق به تداوم تحصیل و خدمت عسکری کرد. در سال 1348 هجری شمسی مزاری به عسکری می رود و دوران عسکری را در کابل، خوست و گردیز سپری می کند. در ضمن خدمت درسش را نیز نزد یک مولوی ادامه می دهد. خدمت سربازی برای مزاری بسیار آموزنده بود. از یک سو به او کمک شد تا با محرومیت مردم دیگر مناطق افغانستان آشنایی بیشتر پیدا کند و از سوی دیگر با ساختار پر از فساد و تبعیض دولت حاکم آشنا گردد. عبدالعلی مزاری با ختم خدمت سربازی مدت کوتاهی در افغانستان میماند. پس از آن برای ادامه تحصیلات به ایران میرود و در سال 1350 هجری شمسی قم را به عنوان محل تحصیلش انتخاب میکند. این سالها در ایران اوج مبارزات ضد شاهنشاهی است. مبارزات ضد سلطنتی مردم ایران و فضای سیاسی و فکری آن روز حوزه علمیه قم مزاری را بیشتر از گذشته به فعالیت‌های سیاسی و جریان‌های انقلابی علاقمند می‌سازد. نظام فرسوده شاهی افغانستان بدتر از شاهنشاهی ایران غرق فساد بود. او افغانستان و محرومیت‌ها را دیده بود. با حلقات مبارزان شیعه افغانستان ارتباط و دوستی نزدیک داشت. بنابر این مزاری در مدت کوتاهی با رهبران انقلاب ایران آشنا شد. سفری به نجف رفت و با آیت الله خمینی از نزدیک دیدار کرد. سالهای اقامت مزاری در ایران، عراق، سوریه، پاکستان و ترکیه پر از شور و تلاش بود. او در کنار فعالیت‌های سیاسی و همکاری و همفکری با شخصیت‌های رد اول انقلاب در سال 1355 موفق شد تا درس سطوح حوزه را به پایان برساند. به دنبال کودتای 7 ثور و قیام 3 یهود 1357 مردم چهارکند، مزاری به زادگاهش برگشت و در کنار مجاهدین به جنگ مسلحانه با دولت و متجاوزان شوروی پرداخت. در همین سالها با همکاری و هماهنگی جمعی از همفکرانش سازمان نصر افغانستان را بنیان گذاشتند. مزاری در سال 1360 هجری شمسی بار دیگر به خارج سفر کرد و فعالیت‌های سیاسی خود را در ایران پی گرفت. او در سال 1365 به افغانستان بازگشت. در این سالها وجود جنگ‌های شدید داخلی این احساس را در میان سران احزاب به وجود آورده بود که وحدت یگانه راه بیرون رفت از مشکلات است. بدینسان میتوان مزاری را در کنار سایر رهبران جهادی یکی از افراد مؤثر در ادغام احزاب هشتگانه شیعی و تشکیل حزب وحدت اسلامی در سال 1368 دانست. شورای مرکزی حزب وحدت در سال 1370 هجری شمسی عبدالعلی مزاری را در غیاب وی در حالی که از سفر ایران و به صورت مخفیانه از طریق هرات به بامیان برمیگشت و عنوان دبیر کل شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی انتخاب کرد. در اوایل زمستان 1370 هجری شمسی مزاری از طریق ولایت فراه خود را به بامیان رساند. پس از سقوط حکومت کمونیستی در کابل و استقرار مجاهدین در پایتخت او از طریق مزار شریف وارد کابل گردیده و در غرب کابل مستقر گردید. سالهای استقرار مزاری در غرب کابل متاسفانه همزمان شد با جنگهای خونینی که بین متحدان قبل از پیروزی و فاتحان امروز شعله‌ور گردید. حزب وحدت اسلامی به دبیر کلی عبدالعلی مزاری، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم از یک سو و جمعیت اسلامی به رهبری ربانی و فرماندهی احمد شاه مسعود و برخی دیگر از احزاب جهادی از سوی دیگر که اتفاقا اداره شهر کابل نیز در دست آنان بود جنگ‌های طولانی مدت را برای کنترل قدرت آغاز کردند. در سنبله 1373 در پی یک اختلاف شدید داخلی حزب وحدت به دو شاخه تقسیم شد که رهبری یک شاخه از آن به عهده مزاری بود و شاخه دیگر که محمد اکبری آن را هدایت می‌کرد در صف موافقان حکومت در کابل قرار گرفت.
هرچند که شواهد قابل استناد برای تشخیص مجرم واقعی در جنگ ها وجود ندارد، زیرا هر یک از طرفین ادله برای اثبات ذی حق بودن خود ارائه می کنند، اما می توان گفت که آن سالها شاید از تلخترین سالهای تاریخ افغانستان باشد. همزمان با جنگ های کابل، جنبش طالبان که یک جنبش کاملا نوظهور و ناآشنا بود، از جنوب افغانستان اعلام موجودیت کرد و به سرعت با تصرف مناطق مختلف افغانستان به سمت کابل نزدیک شد. در اواخر سال 1373 جنبش طالبان تا نزدیکی های کابل پیشروی کردند. ظهور طالبان تمام معادلات قدرت در افغانستان و مخصوصا در کابل و اطراف آن را دیگرگون نمودند. مزاری در آغاز با فرستادن بخشی از زبده ترین نیروهای خشب به ولایت غزنی و مقاومت در برابر پیشروی طالبان پرداخت. نیروهای اعزامی حزب وحدت در آغاز موفق شدند مواضع طالبان را در اطراف شهر غزنی متصرف شوند، اما به دنبال عدم همکاری نیروهای محلی آنان نتوانستند جبهه مؤثر بر ضد طالبان در غزنی فعال سازند. با شکست طرح فعال ساختن جبهه در ولایت غزنی، مزاری مذاکرات با طالبان را که از چند پیش آغاز شده بود جدی‌تر دنبال نمود. اما با کنار رفتن حزب اسلامی از حلقه اتحاد و مستقر شدن طالبان در چهاراسیاب، غرب کابل در محاصره کامل قرار گرفت. سرانجام حزب وحدت اسلامی در غرب کابل شکست خورد و عبدالعلی مزاری در حوت 1373 در چهاراسیاب شهید شد.